روزهای اولیه، از همون ماهای اولیه، یکی از مسائل مورد نظر ما واکسن بود. در واکسیناسیون واکسن‌های خارجی مشارکت نخواهیم کرد. حداقل 2 سال طول می‌کشد که واکسن کرونا به ایران وارد شود. پول خرید این واکسن‌ها را نداریم. پول داریم، اما برای انتقال پول مشکل داریم. مشکل انتقال پول نداریم، همین الان هم دارو وارد می‌کنیم. گفتیم فایزر نمی‌خواهیم چون امکان نگهداری و حمل و نقلش را نداریم. به خاطر اینکه FATF را کامل اجرا نمی‌کنیم مشکل داریم. واکسن کرونا هیچ ربطی به FATF ندارد. جریان واکسن موج تبلیغاتی است. حتماً واکسن خودمون خیلی خوبه. اولین کشورهایی بودیم که واکسن رو برای خریدش دنبال کردیم. ایران در هیچ لیستی از سفارشات هیچ کشوری قرار ندارد. برای ساخت واکسن در داخل همه تلاش‌ها داره انجام میشه. تا سال آینده به تولید نمیرسیم. من فکر میکنم تا 1 ماه آینده ما به 1.5 میلیون دوز در ماه برسیم. این ما نمیتونیم امیدوار باشیم به خاطر واکسنی که هنوز در اختیار قرار نگرفته. بهتر از مسئولان سیاست‌های خارجی خود را برای سلامت مردم تغییر دهند. بیش از این نباید وقت تلف کرد، زیرا مردم در حال جانباختن هستند. ما باید بریم دنبال خرید. چرخش ناگهانی مسئولان برای خرید واکسن، استراتژی مسئولان برای پایین کشیدن شعله فشارهای مردم برای خرید واکسن کرونا است. اما منبعی که خود ما میخوایم خرید بکنیم منبع چینی هست. روزنامه آرمان: از آتشفشان گرسنگان باید ترسید. باید از روزی ترسید که در مقابل آتشفشان خشم و غصه و اشک دیگر کاری از دست هیچ کسی بر نیاید و آن زمان بیان راهکارها دیر شده است.